در ادامه اعتراض ها مبنی بر بسته ماندن مکتب های دخترانی بالاتر از صنف ششم، عالمان دین در ولایت پکتیکا در یک گرد همایی خواهان باز شدن مکتب های دخترانه شدند. این عالمان دین با نشر قطعنامه ای میگویند آموزش بر مرد و زن فرض است و به زنان نیز باید در کنار مردان زمینه های آموزشی فراهم شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در اعلامیه از این خواسته های عالمان دین استقبال کرده است و همزمان از امارت اسلامی خواسته است تا به صدای عالمان دین لبیک بگوید. موقف علما در باره آموزش و پرورش دختران در کشور نشاندهنده علم پروری مردم افغانستان می باشد. از حکومت اسلامی سرپرست می خواهیم که به صدای عالمان احترام کند و هرچی زودتر مکتب های دخترانه را باز کند. از سوی دیگر ظریفه غفاری شهردار پیشین میدان شهر و فعال عرصه حقوق زن با فرستادن نامه‌ای به سران کشورهای اروپایی، آمریکا و بریتانیا از آنان خواسته است تا درباره باز شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم و نیز مسائل حقوق بشری در افغانستان توجه جدی کنند. چکچیری مونگوشو کولای په طالب چارواکو د سفر د بندیزونو هغه وغځوو هغه هغه اصول یې وغځوو او د دې تر څنګ د دې غوښتنه هم په دې لیک کې شوی دی چې له شته چارواکو سره شته دولت سره همکاري وشي چې دغه مکتبونه خلاص پرانیستل شي. هدا خاموش یکی دیگر از فعالان عرصه حقوق زن در نامه جداگانه به وزیران خارجی کشورهای غربی از عملی نشدن وعده های رهبران امارت اسلامی انتقاد می کند. بعد از این همه وعده ها که اینها کوچکترین وعده ایشان که بازگشایی در مکاتب بود و با او عمل نکردن، پس به هیچ برنامه و به هیچ کار خود جامعه عمل نمی پوشانند. چقدر خیانت و جفایی در حق نظام تعلیمی افغانستان روا داشته شده است، نسل امروز و نسل فردا به خاطر خواهند داشت. با وجود فشارهای داخلی و خارجی بر حکومت سرپرست مبنی بر بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم، این مکتب‌ها از 200 روز بدین سو بر روی دانش آموزان دختر بسته هستند.